Sometimes you love it, sometimes you don't, sometimes you need it. برای قطر دایره از این قسمت متر رو میذارید تا انتهای دسته، هرچی که شد به اضافه 2 سانتی جای دوخت. برای من اینجا قطر فلاسکم 22 بود، البته دسته ها رو در نظر گرفتم. 2 سانتی جای دوخت میذارم 24 سانتی. یک پارچه یک آستر اندازه 24 سانتی دایره برش میزنم و یک فوم پلاست 7 میل که از هر طرف 1 سانتی کوچیکتر از پارچه برش میزنم. برای ارتفاع از پایین ترین نقطه تا بالاترین نقطه فلاسک رو اندازه میزنم. برای من 34 2 سانتی جای دوخت میتونید بذارید، اگه بلندتر خواستین 3 سانتی جای دوخت بذارید. ارتفاع مستطیل دیواره رو 36 در نظر گرفتم. برای اینکه عرض دیواره مستطیل رو پیدا کنم، اندازه دایره پایینیتون هرچی بود ضرب در 3.14 به اضافه 2 سانتی جای دوخ میکنید تا عرض پارچه مستطیلی که میخوام برای این قسمت برش بزنید و در بیاد. پس یک مستطیل ارتفاع فلاسکتون 2 سانتی بزرگتر و عرضش قطر دایرتون هرچی بود ضرب در 3.14 عددتون هرچی اومد به اضافه 2 سانتی جای دوخ میکنید. یک پارچه یک آستر و یک فوم پلاست که از هر طرف 1 سانتی کوچکتر از پارچه است برای این قسمت برش میزنید. قسمت بالای کاور پارچه نخی میخوره و این پارچه جمع میشه. شما میتونید این قسمت رو حذف کنید یا مثل من دوخت بزنید. برای دوخت این قسمت میای قطر دایره کف رو اندازه میزنی، اندازه دایره هرچی بود به اضافه 2 سانتی میکنی. این میشه طول پارچه‌ای که میخوای برای این قسمت برش بزنید. عرض پارچه برای این قسمت با عرض مستطیلی که برای قسمت دیواره برش زدی یکیه. عرض مستطیل من 76 سانتی بود، اینجا هم عرض پارچه هم 76 و طولش 26 سانتی. یک مستطیل 76 در 26 سانتی برش میزنم از پارچه. برای دوغ پشت قسمت دایره‌ای که برش زدی رو چسب دو طرفه رو میچسبونید. با دستتون حتما روی چسب دو طرفه بکشید کامل، این چسب بچسبه. بعد فوم پلاست که از هر طرف 1 سانتی کوچیک‌تر بود رو میچسبونید. از رو و از پشت با دستتون این قسمت رو صاف کنید. اگر نیاز بود دور تا دور به صورت چشمی این فوم رو کوچیک‌تر کنید تا مطمئن بشی زیر دوغ نمیره. آستری که برش زده بودین پشت آستر به روی فوم بذارید و دور تا دور دوغ بزنید. دور تا دور این دایره رو پارچه مستطیلی که برای دیوار برش زده بودین رو مثل من دور تا دور فیکس کنید. انتهای علامت زدن که رسیدی برای یک سمت 1 سانتی جای دوخ بذارید، برای سمت دیگه بدون جای دوخ علامت بزنید. اضافات پارچه رو برش بزنید هم برای آستر و هم برای پارچه. از بالای پارچه دیوار 3 سانت بیا پایین و از این دوتا انتها 5 سانت به سمت داخل خط بزن. من اینجا برای تنظیم کننده از خرچنگی استفاده میکنم. از این سمت خرچنگی بند رو جا میزنم، یکم میبرم زیر کار و اینجا که خط زدم از بالا 3 سانت اومدم پایین و از این دوتا لبه 5 سانت خط زدم. از بغل این خط 5 سانتی میذارم زیر خط 3 سانتی که علامت زدم. فیکس میکنم این قسمت رو تا بیام برسم به این یکی 5 سانتی که علامت زدم. اول خرچنگی رو دوخ زدم، بعد یک سمت نوار برزنت رو دوخ زدم تا برسم به این 5 سانتی. نوار برزنت رو از اینجا حدود 1 متر برش میزنم آزاد. این سمت رو آزاد میذارم و سمت دیگه این نوار برزنتم رو دوخ میزنم تا برسم به این خرچنگی. انتهای دوخ رو چند بار دوخ بزنید تا دوختتون محکم بشه. سمت بالای دیواره پارچه نخی که برش زده بودیم برای این قسمت روی پارچه به روی پارچه میذارید و از قسمت بالا لبه مستطیل ها رو به هم دیگه وصل میکنید. لبه پارچه رو به سمت داخل تا میکنید، از بالا 2 سانتی میای پایین و روی پارچه خط میزنی. از این خطم دوباره 1 سانتی میای پایین دوباره خط میزنی. این 1 سانتی باید رو سمتی باشه که روی خوب پارچه به روی خوب پارچه دیواره باشه. الان اینجا من اشتباهی این قسمت رو علامت زدم، باید سمت دیگه این 1 سانتی رو علامت میزدم. این سمتی که روی پارچه به روی پارچه اصلیه. 1 سانتی رو انتقال میدم روی این سمت. این قسمت باید موقع دوخ باز بمونه. حالا دوتا لبه پارچه رو میذارم رو هم دیگه
درز دوخت ها رو هم دیگه و این دوتا لبه پارچه رو میذارم رو هم دیگه، از درز دوخت دوخت میزنم، جز این یک سانتی که علامت زدم، این یک سانت باید باز بمونه. بعد اینکه قسمت بالا رو دوخت زدیم، حالا قسمت پایین دیواره رو میذاریم رو هم دیگه دوتا لبه رو و تا پایین دوخت میزنیم. یه سمت پارچه نخیمون رو پارچه جودان رو وصل کردیم، سمت دیگه آستر رو از طول به هم دیگه وصل میکنیم، لبه ها رو دوخ میزنیم، بعد عرض آستر رو از درز دوخ میذاریم رو هم دیگه، لبه آستر رو لبه پارچه دور تا دور و دوخ میزنیم. پس یک سمت این پارچه نخی آستر، یک سمت پارچمون پارچه جودانه. تاکید میکنم حتما باید اندازه آستر و پارچه جودانتون اینجا یکی باشه. روی پارچه جودان، پارچه اصلیمون، چند تا چسب دو طرفه میچسبونیم. رو کش کاغذی چسب رو جدا میکنیم. فوم رو که از بالا و پایین یک سانت کوچیکتره میچسبونیم روی بدنه. بغل درز دوخته هم حتما چسب بزنی که مطمئن بشید این فوم پلاست کامل چسبیده. بعد اینکه دور تا دور پارچه‌تون رو چسب زدین، فوم رو کامل بچسبونید. بغل درز دوخته حتما چسب بزنید. این قسمت فوم رو کامل بچسبونید روی پارچه و از قسمت رو و پشت حتما چک کنید که این فوم کاملا صاف و بدون چین و چروک چسبیده باشه. آستر رو برگردونید روی پارچه جوری که قسمت آزاد آستر رو قسمت آزاد پارچه اصلی که جودانه بیفته. سمت بالا این قسمت پارچه‌ای درز دوخت‌ها رو بذارید رو هم دیگه، هم از ارتفاع و از هم عرض درز دوخت‌ها رو بذارید رو هم دیگه فیکس کنید که تکون نخوره. و قسمت پایین هم آستر و پارچه رو بذارید رو هم دیگه، از این درز دوخت اول فیکس کنید و بعد آستر رو روی پارچه فیکس کنید. قسمت پایین دو تا لبه رو دوخت بذارید و هم دیگه وصل کنید. حالا قسمت بالا این قسمت پارچه‌ای رو حتما چک کنید که درز دوخ رو درز دوخ باشه، آستر مقابل پارچه باشه و دوتا درز دوخت پارچه نخی رو هم دیگه باشه. کامل آستر رو زیر دستتون از بالا بکشید تا کامل رو درز دوخت پارچه باشه. بعد اینکه مطمئن شدید درز دوخت ها رو هم دیگه است، با دستتون این قسمت پارچه رو برید به داخل و حتما حواستون باشه که قسمت زیری پارچه نخی حتما زیر دوختتون قرار بگیره. این قسمت رو برید به سمت داخل و به اندازه نیم پایه از روی کار دوخت بزنید. حواستون باشه خرچنگی یا بند برزنت رو زیر دوختتون نبرید. سمت بالا روی پارچه از این درز دوخت دو تا خط رسم میکنید، یکی بالای درز، یکی زیر درز. این دوتا خط رو دولای بسته دوخ میزنید. یه سمت نوار برزنت رو که 1 متر اضافه گذاشته بودیم رو سمت دیگه خرچنگی رو جا میزنم، وصل میکنم. اینم از این قسمت، قسمت بالا دوخته شد. به پشت برمیگردونم، قسمت دایره کفی رو وصل میکنم به سمت دیواره، با سوزن یا گیره فیکس میکنم دور تا دور. بعد اینکه مطمئن شدم اندازه هام درسته، میبرم زیر چرخ دوخ میزنم و تمیز دوزی میکنم. اگه موقع اندازه زدن دیدین که قسمت دیواره کوچیکتره، میتونید با چند تا چرت ریز باز کنید. برای تمیز دوزی نوار برزنت سوزنی رو داخل دستمون تا میکنیم، پارچه رو میذاریم لای نوار برزنت و دور تا دور دوخ میزنیم. بعد اینکه تمیز دوزی کردین، کار رو برو برمیگردونید و نوار ماکرون یا نخ مکرومه رو از لای این درز رد میکنیم و دو انتهای بندمون رو با استوپر قفل میکنیم.